مینا گانگولی، رئیس بخش آسیای جنوبی سازمان دیدبان حقوق بشر قانون شهروندی جدید هند را آمیز خواند. به گزارش شیبرز به نقل از آناتولی، بخش آسیای جنوبی این سازمان حقوق بشری با انتشار گزارشی 82 صفحه ای تصریح کرد نیروهای پلیس به سرعت ضمن متفرق ساختن معترضان، منتقدان این قانون را بازداشت می‌کنند. در این گزارش با اشاره به استفاده افراطی و مرگبار از قدرت علیه معترضان تاکید شده است این قانون تهدیدی برای حقوق میلیون ها مسلمان هندی به شمار می رود دیدبان حقوق بشر در این گزارش به گفت و با بیش از یکصد نفر از قربانیان خشونت دانشگاهیان، فعالان و مسئولان پلیس در ایالت دهلی نو، آسام و اتار پرادش استناد کرده است رئیس بخش آسیای جنوبی سازمان دیدبان حقوق بشر گفته سیاست های حکومت راه را برای خشونت گروه ها و عدم دخالت پلیس بازگذاشته که این امر موجب انتشار حراس میان مسلمانان و دیگر اقلیت در این کشور شده است بر اساس قانون شهروندی غیر مسلمانان در هند می توانند از تابعیت هندی برخوردار شوند این در حالی است که طبق آمارهای رسمی تعداد مسلمانان در هند به بیش از دویست میلیون نفر میرسد و این کشور دومین کشوری است که بیشترین اقلیت مسلمان را در خود جای داده است از آغاز اعتراضات علیه این قانون در ماه دسامبر 2019 تا کنون دست کم 79 شهروند هندی در خشونت های نیروهای امنیتی و هندوهای افراطی جان خود را از دست دادند